رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين فبعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجا وسلام درود بأرواح تيب شهداء إسلام السادر إلى كنون مخصوصا شهدای کربلا سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه مسلات و السلام و عرض احترام به محضر بینندگان و شنوندگان محترم مطالبی که در سلسله جلسات مطرح شد پیرامون یأس امیدی و امیدواری بود عوامل یأس امیدی را تا جایی که فرصت برایم اجازه میداد داد تقدیم حضور شما بینندگان و شنوندگان گرامی نمودم و امروز میخواهم مهمترین عامل امیدواری را مطرح کنم خب ما در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که اونی که باعث رشد و ترقی و تکامل انسان می شود یکی پدیده بنام امیدواری هست اگر امید را از دست بدهیم هدف و انگیزه را هم از دست داده ایم حالا مهمترین عامل امیدواری چیست؟ چه چی کار باید کنیم تا از یأس و ناامیدی خارج بشویم؟ من به مهمترین عامل امیدواری تأکید می کنم و مطالب را تقدیم حضور شما بینندگان عزیز خواهم کرد و این بحث را بحث پیرامون امیدواری را دیگه جمع می کنم الله در سلسله جلسات بعدی به کمک و عنایت پروردگار و توجهات و عنایات فرزند عزیز زهرا آقا با عبدالله الحسین علیه و السلام و مباحث دیگر را مطرح خواهم نمود مهمترین عامل امیدواری تقویت ایمان هست یعنی اگر بخواهیم از حالت یعس و ناامیدی خارج بشویم باید ایمانمان را تقویت کنیم اگر ایمانمان ضعیف باشد قطعا پیامد ناگوار اون همان یعص و ناامیدی خواهد بود چون انسان ضعیف ایمان اطمینان اعتقاد ندارد به خیلی از چیزهای زندگی لذا باید ایمان تقویت بشود حالا که ایمان یکی از اساسی ترین عامل امیدواری هست سوال اینجاست چه کار باید بکنیم که ایمانمان قوی بشود راهکار تقویت ایمان چیست یک سوال این بود که مهمترین عاملی امیدواری چیست جوابش تقویت ایمان دو راهکار برای تقویت ایمان چیست اینجا هم من به عنوان اساس ترین عامل تقویت ایمان موضوع را مطرح می کنم امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد راهکار تقویت ایمان معرفت هست بصیرت هست آگاهی است در یک کلام شناخت ما هست شناخت چی شناخت ما باید در سه حوزه صورت بگیرد اگر ما در این سه حوزه شناخت پیدا کردیم معرفت پیدا کردیم بصیرت پیدا کردیم اینجا نتیجهش می شود تقویت ایمان استوار و محکم بودن ایمان اینجا دیگر ایمان ما اعتقاد ما در برابری شبهات و اشکالات و و که برای زدودن ایمان و اعتقادات ما امروز سرازیر می شود ایمان ما متزلزل نخواهد شد ش... شناختی که در حوزه باید ما داشته باشیم یک در حوزه خداشناسی ما باید معرفتمان را نسبت به خداوند بیشتر کنیم کامل کنیم یک حدیثی از آقا امیر المؤمنین علی علیه الصلاه والسلام نقل کنم حضرت میفرماید رحم اللهم ر تفکر من عینی و فی عین و الی عین دقیقا این سه حوزهیی ای که عرض کردم در فرمایش گرانبه های آقا امیر المؤمنین علی علیه و السلام بیان شده است میگه خداوند مورد رحمت قرار بدهد کسان را که به سه مسئله تفکر میکند یک تفکر من عین از کجا آمده است منشأ پیدایش خودش را پیدا بکند از کجا چه کسی او را به وجود آورده است چه کسی او را خلقت کرده است خالق خودش را بشناسد در یک کلام بشناسد که و نفخت و فیه من روحی خداوند از روح خودش در کال بود ما بالاخره چی دمیده است دوم تفکر فی عین حالا موجود به نام انسان خلقت کرده از خداوند خب در این دنیا به وجود آمده ما برای چی وظیفه ما اینجا چیست مسئولیت ما اینجا چیست ما برای چه خلقت شده ایم چه کار باید بکنیم آیا عبس و بیهوده خلقت شده ایم یا نه خلقت انسان یک هدف دارد که باید ما دنبال اون هدف باشیم جایگاه عظیم و بزرگی که خداوند برای ما در نظر گرفته است اون جایگاه را ما باید درک کنیم آیه قرآن زیبا بیان می فرماید اینا ارزن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابين ایحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان خداوند ما را بیهوده خلقت نکرده است امانت خودش را تمام موجودات خودش را در اختیار ما قرار داده است هیچ موجودی نتوانست بار امانت خداوند را بکشد فحملها الانسان موجود به نام انسان این امانت این خلافت جانشینی خداوند را در روی زمین بر عهده گرفت اما آخر این آیه خیلی بالاخره مهم است که خداوند میفرماید این انسان که جانشین خلیفه دار خداوند در روی زمین هست انه کان من جهولا کان ظلوما جهولا در حق خودش ظلم می کند بسیار ظلم می کند چرا ما ظلم می کنیم در حق ما چون جایگاه خودمان را قدرش را نمیدانیم ارزش خودمان را درک نمی کنیم عظمت خودمان را درک نمی کنیم پس یک مرحله شناخت است شناخت خداوند مرحله دوم شناخت این دنیاست ما برای چی اینجا خلقت شده تفکر من این, این آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و سلام می ما باید بدانیم ما اینجا چه مسئولیت داریم چی وظیفه داریم اینه باید درک کنیم سوم شناخت قیامت و معاد هست و کجا بر می تفکر من این, این و فی عین و الى عین کجا برمیگردیم آخر زند... که بسات زندگی ما برچیده می شود کجا میره ما اگر این سه شناخت رو ما پیدا کردیم معرفت پیدا کردیم در این سه حوزه اون وقت است که ایمان ما قوی می شود اعتقاد ما قوی می شود اون وقت است که ما همیشه امیدوار زندگی می کنیم این جمله را آویزه گوشتان کنید تفکر من عین از خدا آمده ایم و فی عین در این دنیا زندگی می کنیم اما با مسئولیت با وظیفه با امانت خداوند هستیم تمام نعمت های خدا اعم از و نباتات و هوا و زمین و آسمان هر چی که هست برای ما خلقت شده است در اختیار ما قرار گرفته است ما در قبال این نعمت های الهی وظیفه و مسئولیت داریم سوم این که ما آخر ما هم برگشت ما به اون خالقی که ما از اونجا آمدیم قال انا لله و انا الیه راجعون وقتی که صبح زندگی این دنیا به پایان میرسد با این جمله کلمه سترجاع برمیگردیم ما کجا انا لله از خدا آمدیم به سوی خدا هم برمیگردیم مهم این است که چگونه برمیگردیم ما به سوی خدا با ایمان برمیگردیم یا به ایمان اگر ایمانمان را تقویت کردیم با شناخت از خلقت ما از وظیفه و مسئولیت ما از عاقبت قیامت و معاد برگردیم به سوی خداوند اون وقت است که ما یک انسان سعادتمند خواهیم بود یک انسان با ارزش یک انسانی که دنیا, دنیا و آخرت ما را درست کردیم جایگاه ابدی ما را خوب درست کردیم این راه تقویت ایمان بود شناخت ما در ایام آشورای حسینی قرار داریم نمونه بارز این گونه انسانها را ما در کربلا مشاهده می کنیم. در کنار آقا ابا عبدالله الحسین علیه و السلام و ما اونجا مشاهده می کنیم من فقط می به عنوان یک الگو اسوه به عنوان اینکه که ما بیاموزیم آموزش ببینیم چون آشورا دانشگاه است پهنتون است که ما در او آموزش می بینیم. باید درس بیاموزیم و چیز را یاد بگیریم مکررا من این مطالب را عرض می به خاطر که ما وقت آشورا سپری می شود دست من خالی نباشد من به عنوان نمونه میخواهم یکی از شخصیت هایی که در کنار آقا ابا عبدالله الحسین علیه و السلام با معرفت زندگی کرد تا آخرین لحظه و تا اینکه جانش را از دست داد او را محضر شما بینندگان محترم معرفی کنم شاید اسمش را زیاد شنیدید اما نمیدانم این جملاتی که بینی این شخص و آقا با عبدالله الحسین رد و بدل شد شنیدید یا نه شخصی است به نام جون جون یک شخص آفریقایی سیاه پوست غلام ابیزر غفاری بود بعد از اون آمد محضر آقا امیر المؤمنین محضر آقای امام حسن مشتبه تا اینکه در محضر آقا با عبدالله الحسین به عنوان غلام خوب زندگی می کرد آمد در کربلا تخصصش تعمیر سلاح بود شمشیر و نیزه و خنجر و این چیزها را تعمیر می کردن به هر حال وقتی کربلا آمد آقا با عبدالله الحسین علیه و السلام و در روز آشرا فرمود یا جون انت فی ازن منی ای جون تو از طرف من آزاد هستی فا اینما تبعتنا طلبا للعافیتی تو در خوشی ها در کنار ما بودی متابعت کردی زحمت کشیدی فلا تبتل حالا که ما در این برهه حساس قرار گرفته ایم رنج و مشکلات و سختی هاست تو آزاد هستی خودت را گرفتار نکن این فرمایش آقا با عبدالله الحسین علیه السلام و السلام است اما جون چی میگه؟ قال جون یبن رسول الله انا فی الحس مولا جان من در خوشی ها آب نمک شما را خوردم نان و نمک شما را خوردم در حال رفاه و آسایش و فی شدتی آ لکم آیا درست است من در گرفتاری تنها بگذارم شما را رها کنم شما را والله قسم میخورد قسم به خدا این ریحی لمنتنون ببین از چه راه وارد میشه این معرفت این شناخته کسی که شناخت پیدا میکند شناخت خداوند شناخت امام است کسی که خدا رو شناخته امام خودش را شناخته معرفت پیدا کرده اینطوری حرف میزنه میگه قسم به خدا این نریحی لمنتنون میدونم مولا جان بویم ناراحت کننده است بدنم بدبوست و این حسبی لعیمون حسب من هم ناچیز هست ما سیاهپوست پوست هستیم و این لونی اسود رنگ من هم سیاه هست مولا جان بعد می فرماید فتنفس علی بالجنتی مولا جان خواهشم این است با این ویژگی های ناچیزی که دارم اما بهشت را بر من ارزانی دار من نمیخواهم زندگی و آسایش این دنیا را بدون شما من بهشت میخواهم لیتی بریحی و یشرف حسبی و یبیز لونی بابا جان آقا جان ما بهشت را میخواهم بهشت را از ما نگر مولا جان تا این رنگ من صفا و جلا پیدا بکند تا اون حسب و نسب من از اون حالتی چه بیرون بیاید لا افارقکم حتی قسم به خدا جدا نمیشم از شما حتی یختل تو هازد دم الاسود مع کن اوج معرفت اوج م... رفت یک عبد یک غلام سیاه پوست میگه قسم به خدا از شما جدا نمیشوم تا این خون سیاه من با خون شما مخلوط بشود ببینید این شناخت است این معرفت است این آبصیرت است که در کنار امامش آمخته است و حالا در بدترین شرایط میگه نمیخواهم آزاد باشم اینجاست که غلام این غلام سیاه به نام جون وقتی میرود میدان به شهادت میرسد آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و السلام میآید کنار بدن جون دعا می کند دست ها را بلند می کند می فرماید خدایا اللهم بیز وجهه خدایا صورتش را سفید گردان خدایا را در روز قیامت را سفید گردان و طیب ریحه خدایا بوها بوی بدنش را طیب و گوارا گردان وحشره مع الابرار و عرف بینه و بین محمد و آل محمد ببینید عزیزان چقدر انسان وقت معرفتش زیاد بشود میبینیم که امام می بالای سرش چه سعادتی بهتر از این چه سعادتی بهتر از این که امام بیاید سرش را از زمین بردارد و در حق او دعا کند آشورائی ها کسانی که در مکتب آشورا زندگی می کند با شناخت عرض کردم در جلسات قبل که در مکتب آقا ابا عبدالله الحسین اینجا ما ویژگی هایی که دارد این است که ما بالاخره شناخت پیدا میکنیم و آگاهی پیدا میکنیم در اون سه موردی که عرض کردم وقتی اینها به دست آمد تقویت ایمان به وجود میآید تقویت ایمان به وجود آمد یأس و ناامیدی کنار میرود همیشه با امید زندگی میکنیم وقت با امید زندگی کردیم مطمئنا مسیر ترقی و تکامل را خواهیم پیمود ان شاء الله تعالی و برکت خون حسین ابن علی علیه و السلام و این مباحثی که مطرح شد امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و آثار پیامدهای مثبت اون نصیب شما بینندگان عزیز گردیده باشد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین